سلام، امروز فصل دوم کتاب رو شروع میکنیم که عنوان این فصل خب همونطور که میبینید هست، در واقع ترجمه اگه بخوایم بکنیم، حساسیت دستگاه های خطی اثر خطای گرد کردن. من یه مقدمه کوتاه بگم که اصلا مسئله مورد بررسی ما تو این فصل چیه، بعد وارد موضوع بشید. ببینید، میشه گفت همچنان ما درباره حل دستگاه داریم صحبت میکنیم، همونطور که از ابتدای درس در فصل قبل هم، یعنی ما راجع به حل دستگاه صحبت میکردیم. در فصل قبل ما روش الگوریتم های حل دستگاه عددی رو معرفی کردیم، الگوریتم های در واقع حذفی گاوس و تعمیم ها و مشابه های اون رو، و گرچه اشاره کردیم در طول درس، ولی تقریبا میشه گفت موضوع خطای کامپیوتر و خطای گرد کردن یا راوند آف ارور رو ما نادیده گرفتیم و از کنارش گذشتیم و به این نپرداختیم که این خطا چه تأثیری تو محاسبات ما میذاره و چه خطایی تو جواب نهایی دستگاه ایجاد میکنه. موضوع این فصل بررسی اون خطاست، یعنی اینکه تحلیل اینکه ما در یک حل یک دستگاه معادله خطی با کامپیوتری که مثل همه کامپیوترها یک ظرفیت محدودی برای ذخیره اعداد داره، یک دقت محدودی برای ذخیره اعداد حقیقی داره، در واقع چه خطایی در واقع توی محاسبات و توی الگوریتممون ایجاد میکنیم. من در واقع صورت کلی مسئله این فصل رو میگم بدون جزئیات، و بعد در طول چند جلسه آینده که این فصل رو ما داریم دنبال میکنیم به این سوال پاسخ میدیم. به مسئله اصلی همین دستگاه خطیه که ما باهاش روبرو هستیم. AX مساوی هست با B که این در واقع فرم ماتریسیه یک دستگاه معادله خطی دیگه. دستگاه معادله خطی ما وقتی داریم به این شکل، دستگاه N معادله و N مجهول، اینو ما میومدیم به شکل ماتریسی این شکلی مینوشتیم که آیه ماتریس N در N ماتریس ضرایبه، x یه ماتریس در واقع n در 1، b هم یه ماتریس n در 1. حالا مسئله اصلی اینجاست که شما وقتی که ورودیاتون رو به کامپیوتر میدین، ورودی های این مسئله چیه؟ ورودی های حل دستگاه چیه؟ a و b ورودی ها هستن، x خروجی هن. یعنی شما به عنوان ورودی به الگوریتمتون، الگوریتم حالا هر چی که باشه، آ و بی رو میدید و خروجی به شما چی میده؟ ایکس رو میده. این ورودی به دلایل مختلف میتونه خطا داشته باشه. یکی از دلایلش خطای گرد کردنه، ولی خب اون خطاییه که همیشه وجود داره. بنابراین منشأ خطا اولینشون میشه گفت خطای گرد کردن، راوند آف. ولی خب منشأهای دیگه هم میتونه داشته باشه خطا. مثلا این آوبی از یک اندازه‌گیری حاصل شدن دیگه، مثلا آوبی پارامترهایی هستن که از یه مسئله فیزیکی میان، شما یه چیزایی رو اندازه گیری کردین، برای میتونه خطای اندازه گیری هم باشه، خطای اندازه گیری که تو اندازه گیری آوبه وجود داشته. و خب حالا مثلا ممکنه این آوبه خودش حاصل از یک الگوریتم دیگه ای به دست اومده باشه، این ممکنه خطای اون الگوریتم بوده باشه، برای این ممکنه خطای محاسبات قبلی باشه. و الاخر نکته مهم اینه که ببینید خطا در
محاسبات عددی گریز ناپذیره. شما هر خطایی رو هم بتونید به صفر برسونید، به هر حال خطای گرد کردن رو نمیتونید کاریش بکنید، به خاطر اینکه کامپیوترها اصولا با اعداد حقیقی، در واقع برای ذخیره اعداد حقیقی، مجبورن اونا رو گرد بکنن، مجبورن اونا رو تا یه تعدادی رقم اعشار، یا تو هر مبنای، مبنای 10، مبنای 2، یا هر مبنای کار میکنن، بعد از ممیز تا یه تعداد رقم رو نگردن، بقیه رو بریزن دور. بنابراین این خطا گریز ناپذیره. بنابراین خطا رو نمیشه صفر کرد تو محاسبات عددی. هدف کنترل خطاست. یعنی اصولا ما هر الگوریتم، نمیخوایم الگوریتم بدون خطا ارائه کنیم، میخوایم الگوریتمی که ارائه میکنیم خطاشو کنترل کنیم و بتونیم خطاشو تحلیل بکنیم. برای من یکی از اهداف درس ما تو هر الگوریتمی که ارائه میدیم در واقع تحلیل خطای اون الگوریتمه. خب من میشه گفت این فصل ابزارهای تحلیل خطا رو برای الگوریتم های حل دستگاه معادلات خطی در اختیار ما قرار میده. پس ما با همچین مسئله مواجه هستیم که ما میخوایم دستگاه AX مساوی B رو حل بکنیم، ولی به جای آب واقعی آب تقریبی داده شده، مثلا آهت و بهت. بنابراین به جای این دستگاه AX مساوی B، الگوریتم ما عملا داره AX هت مساوی آهت X مساوی بهت رو حل میکنه. اینا پس چی هستن؟ اینا تقریبی از آبی هستن، این آهت و بیهت. و خب در نتیجه طبیعتاً هم به همون جواب ایکسی که ما دنبالش هستیم نمیرسه، به جواب ایکس هتی میرسه. بس این میشه دستگاه تقریبی. دستگاه تقریبی اینه و این دستگاه دقیقیه که ما قصد داشتیم حل بکنیم. حالا سوال ما اینه که میخوایم ببینیم این خروجیه که الان شده x هت دیگه چقدر نزدیک خود x هست. یعنی میخوایم خطای x به x هت رو ما اندازه گیری بکنیم. حالا ممکنه شما تو درس های مثلا فیزیک یا کلن درس های آزمایشگاهی یا آشنایی اولیه با مفهوم خطا داشته باشین، و یا خب در درس آنالیز عددی اگر گذرونده باشین که به احتمال زیاد گذروندین، خب اونجا به طور خیلی جدیتر مسئله خطا و انواع خطا، خطای مطلق، خطای نسبی و تحلیل اینها رو دیدید به احتمال زیاد. میشه گفت تفاوتی که در واقع جبر خطی عددی داره با آنالیز عددی این هست که اینجا اشیایی که ما میخواییم خطاهاشون رو اندازه بگیریم بردار و ماتریسن. دیگه یک عدد اسکالر به اصطلاح نیستن، یعنی یک عدد نیستن، یک برداره. ما در واقع ایکسی که دنبالش هستیم یه دونه برداره دیگه، یعنی بنابراین این ایکس حتی هم یه برداره. بنابراین ما یه جور خطای تقریبیه، خطای برداری رو ما باید بتونیم حساب بکنیم. و خب یکی از اهدافمون توی این درس همین هست. همینطور در مورد آ، یعنی یک هدف ایدئالی که ما میتونیم الان برای خودمون تو این فصل در نظر بگیریم اینه که تو این دستگاه تقریبی من به صورت یه سوال مطرح کنم که این تو ذهنمون باشه و تو این فصل بهش جواب خواهیم داد. سوال اینه که خطای x را چگونه میتوان، یا اصلا بذارین رو به عنوان یک هدف بگیم. در واقع هدف ما این هست که خطای x را بر حسب خطای a و خطای b کنترل کنیم. میشه گفت هدف اصلی ما توی این فصل هست. منتها گام اول اینه که اصلا به این معنا بدیم خطای x یعنی چی، خطای a یعنی چی، خطای b یعنی چی. خود x و b هر دو بردارن، باید بگیم خطای بردار یعنی چی. a هم یه ماتریسه، باید بگیم خطای یه ماتریس یعنی چی. و اینا چیزاییه که در واقع قسمت
اعظم این فصل رو تشکیل میده. در واقع ما با همین مفاهیم، با تعریف این مفاهیم شروع میکنیم. خطای بردار یعنی چی؟ اصطلاحات خاص خودشو داره. و بعد ارتباط خطای حالا X با خطای A و B وقتی که ما همچین دستگاه معادله‌ای داریم در واقع چی هست. خب امیدوارم حالا صورت اصلی مسئله مشخص شده باشه. فکر میکنم بتونیم بریم سراغ تعاریف این بخش. بله، اصطلاح ریاضی که برای در واقع خطا به کار میره نرم هست. نرم ها در واقع معیارهای اندازه گیری خطا هستند. باز مراجعه کنیم به آنالیز عددی، ما اونجا خطای عددها رو وقتی مثلا یادآوری از آنالیز عددی، وقتی x یه مقدار دقیق بود و x هست مقدار تقریبی، ما خطای مطلق رو، خطای مطلق در واقع این x هات رو تعریف میکردیم قدر مطلق x منهای x هات، یعنی از تابع قدر مطلق استفاده میکردیم. حالا اینجا ما با یک بردار مواجه هستیم. مسئله اینه که در واقع اگه x بردار باشه چی؟ اگر x بردار باشد چه؟ این x منهای x هات رو میشه انجام داد، تفاضل دو تا بردار به صورت مؤلفه به مؤلفه انجام میشه، ولی قدر مطلق یعنی چی؟ قدر مطلق یک بردار هنوز معنایی برای ما نداره و مفهوم نرم در واقع همون تعمیم مفهوم قدر مطلق به بردارها هست. به همین دلیل در واقع ویژگی های اصلیش که الان بیان میکنیم همون ویژگی های اصلی تابع قدر مطلق هست که ما تعمیمشون دادیم به بردارها. خب یه مروری بکنیم مفاهیم بردار رو. بردار که میگیم یعنی چی؟ بردارها برای ما در واقع انتهایی هایی از عدد حقیقی یا عدد مختلطه. ما ممکنه در قسمت هایی از درس سراغ عدد مختلط هم بریم، گرچه فعلا سر و کاری با عدد مختلط نداریم، با عدد حقیقی کار میکنیم. بنابراین وقتی میگیم یک بردار n بعدی مثلا، یعنی یک انتهایی مرتب از عدد حقیقی که خب میشه یک عضوی از Rn. بنابراین پس اصطلاح بردار انتهایی یا بردار انبودی یا انتهایی مرتب، اینا برای ما یک چیزن از اعداد حقیقی، یعنی یک x عضو r به توان n. و ما میخواییم در واقع یه چیزی شبیه قدر مطلق برای بردارها تعریف بکنیم. بردارها چه عملیاتی روشون ما انجام میدیم؟ روی بردارها ما در واقع عملیات جبری که انجام میدیم چیه؟ ما میتونیم دو تا بردار رو با هم جمع بکنیم، جمع مؤلفه به مؤلفه، و میتونیم یک بردار رو در یک عدد ضرب بکنیم. یعنی در واقع اگر x و y دو تا بردار توی Rn باشن، x به علاوه y جمع برداری این دو تا بردار چطوری تعریف میشه؟ در واقع وقتی میگیم x و y بردارن، یعنی اینکه x یه انتهاییه، x1 تا xn، y هم یه انتهاییه، y1 تا yn، و جمع برداری هم خب میشه چی؟ جمع مؤلفه به مؤلفه، x1 به علاوه y1 تا xn به علاوه yn. پس عملیات جمع برداری رو داریم ما، و یه عملیات دیگه هم داریم که بهش میگن ضرب عددی یا ضرب اسکالر. اسکالر که میگن یعنی عدد غیر برداری، عدد یک در واقع بردار یک بعدی میشه بهش بگیم. ضرب اسکالر وقتی میگیم یعنی که اگر سی عددی توی
آر باشه، شما سی رو میتونید در بردار ایکس ضرب بکنید، یعنی سی رو در هر مؤلفه در واقع ضرب بکنیم، چون سی ایکس یک تا سی ایکس. این دوتا عملیات ما داریم. البته ممکنه سوزن شما بیاد که ما مثلا بین بردارها ضرب داخلی هم داریم، ضرب خارجی هم داریم، از اونها هم استفاده خواهیم کرد، به اونها هم میرسیم، ولی فعلا ما البته ضرب خارجی نه، ولی ضرب داخلی رو ما باش کار داریم، اما فعلا فقط با این دوتا عملیات برداری سر و کار داریم، جمع برداری و ضرب اسکاله. تو تعریف نرم به اینا نیاز داریم. خب حالا بگیم یک نرم یعنی چی؟ گفتیم پس نرم عمیم قدر مطلق به بردارها. ببینید نرم قراره به هر بردار یک عدد نسبت بده. خب یک عدد نامنفی. پس نرم یک تابعیه که یه بردار x میگیره، یه عدد نامنفی نسبت میده بهش که چون میخوایم تعمیم از قدر مطلق باشه، نمادش هم شبیه قدر مطلق انتخاب میشه. به جای یه خط دوتا خط میذاریم. پس این در واقع ما میخونیمش نرم x. سه تا خاصیت انتظار داریم نرم داشته باشه. میتونید ببینید که این خاصیت هایی که خود قدر مطلق داره. اولا باید نرم صفر صفر باشه. بردار صفر وقتی میگیم یعنی برداری که همه مؤلفه های صفر. الان این صفر داخلی بردار صفره، این صفر سمت راست عدد صفره. اینو باید حواستون باشه. کتاب تمایزی تو نوشتنشون قائل نشده، ولی میشه فهمید منظور چیه دیگه، چون این داخل نرم قرار داره پس یه برداره. پس نرم بردار صفر رو از صفر باشه، مثل قدر مطلق صفر که صفره. و اگرم x ناصفر باشه نرمش قراره مثبت باشه حتما، مثل قدر مطلق. قدر مطلق هر عدد ناصفری حتما مثبته. به این خاصیت میگن خاصیت مثبت معین بودن. کمی شبیه مثبت معین بودن ماتریس هست. دلیل این تشابه اسم اینه که هر دو دارن یه چیز میگن. تو مثبت معین بودن ماتریس ها هم میگفتیم اون x تر نهاد AX بزرگتر از صفر برای هر x نامساوی صفر. اینجا به جای اون نرم x رو گذاشتیم. کلان این ویژگی که یه تابعی برای x های ناصفر مثبت باشه بهش میگن ویژگی مثبت معین بودن. پس یه ویژگی نرم مثبت معین بودنه. ویژگی بعدی در واقع حالا اینجا اسمش رو گذاشته همگن بودن ابسولوت. مثلا بگیم همگن بودن به طور مطلق، که به زبان ساده اینه وقتی شما یه بردار رو در یه عدد آلفا ضرب بکنی، در یه اسکالر آلفا ضرب کنی، نرمش بشه قدر مطلق آلفا ضرب در نرم x. این خاصیت هم در مورد قدر مطلق هستی. قدر مطلق آلفا x میشه قدر مطلق آلفا ضرب در قدر مطلق x. و مهمتر از همه اینا در واقع نامساوی مثلث به اصطلاح هست. نامساوی مثلث تراینگل اینکوالیتی که میگه که نرم بردار x به علاوه بردار y کوچکتر مساوی نرم x به علاوه نرم y. این شرط ها شرط طبیعی هست. ببینیم که چرا. ببینید به نرم به شکل طول بردار در واقع باید نگاه کرد. نرم x مفهوم طول بردار x رو داره. منتها نه همون طول استانداردی که ما بر بردارها مثلا توی صفحه محاسبه میکنیم. ما وقتی مثلا توی دو بعد هستیم، توی آر دو وقتی هستیم، خب هر بردار رو به شکل یک پیکانی از مبدأ مثلا به نقطه X نشون میدیم و طول این بردار رو مثلا میایم تعریف میکنیم. برای اینکه با نرم که مفهوم کلی طول هست قاطی نشه، ما از این به بعد به طول معمولی میگیم طول اقلیدسی. طول اقلیدسی بردار x، طول اقلیدسی بردار x خب میشه چی؟ وقتی شما یک بردار دو متغیره دارید x1 و x2، طبق فرمول اقلیدس در واقع این طولش میشه رادیکال این به توان دو، یعنی x1 به توان دو به علاوه x2 به توان دو، میشه رادیکال x1 به توان 2 به علاوه x2 به توان 2. این طول اقلیدسیه. ولی قدر مطلق در واقع نرم قرار تعمیم مفهوم طول اقلیدسی باشه، یعنی میخوایم طولهای دیگه ای رو هم مفهوم طول رو داریم تعمیم میدیم. بنابراین اینجوری هم میشه نگاه کرد. در واقع نرم تعمیم طول اقلیدسی است. انگار انواع دیگه ای از طول رو ما داریم در نظر میگیریم. و خب طول اقلیدسی خواصی که داره
که شبیه خواص غرب مطلق هم هست منتقل میشه به نرم. خواص طول اقیانوسی چیه؟ مثلا در واقع میتونید چک کنید که هر سه تا اصل موضوعی که ما اینجا قرار دادیم برای نرم، یعنی مثبت معین بودن، همگن بودن و نامساوی مثلث، هر سه برای طول اقلیدوسی تو دو بعد برقرار هستن. مثلا هم مثبت معین بودن، خب طول اقلیدوسی بردار صفر صفره، بله اگه ایکس گوشت رو صفر بذاری خب این صفر میشه، اگر هم ایکس گوشت یکیشون حداقل ناصفر باشه این مثبت میشه، پس مثبت معین بودن اینجا نتیجه میشه. ویژگی بعدی، اگه یک بردار رو ضرب در یه اسکالر بکنید طولش هم آلفا برابر میشه. خب این هم واضحه، منتها فقط باید به این نکته توجه بکنید که اگر اون آلفا مثبت باشه مثلا ضرب در یه دوم بکنیدش، مثلا یه دوم ایکس، خب طولش نصف میشه. اما اگه ضرب در منفی یه دوم ایکس بکنید جهتش هم برعکس میشه، منتها جهت تو طول تأثیری نداره، بنابراین قدر مطلق اون ضریبه که اینجا یه دومه ضرب میشه توی در واقع طول خود بردار ایکس. و برای طول اقلیدوسی واضحه این، وقتی شما در واقع بردار ایکس رو ضرب در یک آلفا بکنید، این ایکس یک ضرب در آلفا میشه، ایکس دو هم ضرب در آلفا میشه، این میشه آلفا دو، آلفا دو بعد آلفا دو از زیر رادیکال میاد بیرون میشه قدر مطلق آلفا. برای این خاصیت دوم هم در مورد طول اقلیدوسی واضحه. و نامساوی مثلث هم که در واقع اسمش اصلا از اینجا میاد که وقتی شما دوتا بردار ایکس و وای دارید، ببینید مفهوم جمع برداری یه مفهوم هندسیه. اگه شما دوتا بردار ایکس و وای داشته باشین جمعشون رو بخواییم به دست بیارین، کافیه اینا رو پشت سر هم قرار بدین به این صورت و برداری که این نقطه اول رو به اون نقطه آخر وصل میکنه میشه ایکس به علاوه وای. بنابراین از نظر هندسی نامساوی مثلث داره میگه که طول این زل، طول زل ایکس به علاوه وای کمتر مساوی جمع طول دو تا زل دیگه است، طول ایکس به علاوه طول وای. خب به این دلیله که بهش میگن نامساوی مثلث. خیلی خوب، بله، حالا میشه همونطور که به نرم به عنوان طول بردار نگاه کردیم میشه به عنوان فاصله هم نگاه کرد. حالا اگر شما به ایکس و وای به عنوان نقطه نگاه بکنید، نقطه ای تو فضای ان بعدی، هر انتهایی شما داشته باشین هم یه نقطه است مثل اینجا، هم در این حال یه برداره، فرق نداره. و وقتی دو تا نقطه ایکس و وای دارین، برداری که ایکس رو به وای وصل میکنه میشه چی؟ بردار وای منهای ایکس. بنابراین فاصله x و y اگه بخوایم تعریف بکنیم مساوی میشه با طول بردار y منهای x، یعنی میشه نرم y منهای x. بنابراین حالا x منهای y یا y منهای x فرق نمیکنه، چون توی منفی یک ضرب بکنید قدر مطلق منفی یک یکه، طبق خاصیت دوم نرمشون یکیه. بنابراین پس یه جور تعمیم مفهوم فاصله هم هست، نرم تعمیم مفهوم فاصله نقاطه. حالا تو این مثال در واقع نرم اقلیدوسی رو مطرح کردی، خب یکی از مهمترین نرم ها هست، ولی نرم های دیگه هم هستن که ما تو این درس باهاشون سر و کار خواهیم داشت. نرم اقلیدوسی که با اندیس دو نشون داده میشه، دلیل اینکه چرا نرم اقلیدوسی رو دو میذارن، اندیس دو زیرش میذارن و یکم جلوتر میگیم، در واقع میگیم که اگه به جای این دو عدد دیگه بذاریم چه جور نرمی میشه. نرم اقلیدوسی اینطوری نمایش داده میشه، علامت نرم یه اندیس دو و تعریفش هم همون فرمول اقلیدوس در n بود، یعنی رادیکال جمع توان دو مؤلفه ها. فرض کنیم میخوایم ثابت کنیم این خواص نرم رو در اصول موضوع نرم در واقع صدق میکنه. پس اینجا مثال، اینجا الان هدفش این هست که ثابت بکنه تعریف نرم اقلیدوسی رو بگیم و بعد اون گزاره رو بگیم. برای
x عضو r به توان n نرم 2 x یا نرم اقلیدوسی x. که نرم 2 هم گفته میشه، نرم 2 x در واقع مساوی هست، تعریف میشه رادیکال در واقع سیگمای، سیگما رو نذاریم ما x1 2 تا xn 2. حالا اینجا قدر مطلق گذاشته کتاب، ولی توان 2 قدر مطلق نمیخواد دیگه، خودش مثبت. این تعریفه. حالا این سوال برانگیزه، آیا این واقعا یه نرم هست؟ اینو به شکل گزاره میگیم، گزاره این نرم دو در این در واقع یک نرم است، یک نرم است. حالا اگه بخوایم اینو اثبات کنیم باید چیکار کنیم؟ باید اصول موضوع نرم رو براش چک کنیم، باید اصول موضوع نرم را چک کنیم. خب ببینیم اصول موضوع نرم چی بود. الف خاصیت مثبت معینی، یعنی باید بگیم که اولا نرم صفر صفره. خب که این واضحه، اگر بردار صفر یعنی همه مؤلفه صفرن دیگه، خب رادیکال صفر میشه صفر دیگه. اینکه اگر x نامساوی، اگر x نامساوی صفر باشه نرم 2 x، این نرم 2 x مثبته. چرا؟ این هم واضحه، چون که وقتی میگیم x نامساوی صفره حداقل یک x i ناصفر هست دیگه، حداقل یک x i ناصفر است، پس x i 2 مثبت میشه، پس زیر رادیکال مثبت میشه. پس در واقع نرم دو مثبت میشه. اینم واضح بود. خاصیت بعدی، خاصیت چی؟ در واقع همگن بودن. وقتی شما x رو در یک اسکالر آلفا ضرب بکنید، وقتی x رو در اسکالر آلفا ضرب میکنیم گفتیم همه مؤلفه‌ها ضرب در آلفا میشن، پس اینجا یه آلفا دو از همه میاد بیرون، بعد میتونیم این آلفا دو رو فاکتور بگیریم و از زیر رادیکال بیاریم بیرون، رادیکال آلفا دو میشه قدر مطلق آلفا ضرب در رادیکال x یک دو تا x n دو. این هم دقیقا همون نرم دو x هست. پس خاصیت همگنی هم براش ثابت شد. خاصیتی که یکم سخته خاصیت نامساوی مثلثه. بذاریم ببینیم نامساوی مثلث به ما چی میگه. نامساوی مثلث، نامساوی مثلث باید ثابت کنیم چی؟ باید ثابت کنیم قدر مطلق x به علاوه y کمتر مساوی قدر مطلق x به علاوه قدر مطلق y. ولی ممکن به نظرتون بیاد خب این که واضحه، چون داریم میگیم دو ضلع مثلث بزرگتر مساوی ضلع سوم دیگه، اینو از زمانی که دانش آموز ابتدایی بودیم ما میدونستیم. ولی خب دقت بکنید اون چیزی که ما میدونستیم برای مثلث‌های مسطحه توی صفحه، ما داریم اینو مفهوم رو تعمیم میدیم به فضای انبودی، دیگه نمیتونیم به اون شهود هندسیمون اتکا کنیم، باید یک اثبات دقیقی در واقع باید ارائه کنیم. خب اینجا نرم دو دیگه، باید اینو برای نرم دو ما ثابت کنیم. خب نرم دو ایکس بیایم چیکار کنیم؟ بیایم چون اینا رادیکالی هم ببینیم، بذار بنویسیم سمت چپ چی میشه. سمت چپ هست رادیکال ایکس که به علاوه وای یک به توان دو تا ایکس ان به علاوه وای ان به توان دو. سمت راست هست چی؟ رادیکال ایکس یک دو تا ایکس ان دو وای یک دو تا وای ان دو. خب برای اینکه اینو ثابت کنیم چیکار میکنیم؟ دو طرف رو به توان دو برسونیم، دو طرف را به توان دو میرسانیم، پس میشه ایکس یک به علاوه وای یک به توان دو تا ایکس ان به علاوه وای ان به توان دو کوچکتر مساوی. دقت کنید چون دو طرف عددهای مثبتن،
توان دورسوندنشون مجاز و برگشت پذیره، چون زیر رادیکال ها هم مثبتن. یعنی اگر ما اینو ثابت کنیم بالایی نتیجه میشه، میتونیم رادیکال بگیریم از دو طرف. کافی پس حالا وقتی این سمت راست جمع دو تا چیزه، به توان دو برسونیم میشه چی؟ اینو مثلا بذاریم اسمش آ، اینو اسمش بذاریم بی، این میشه آ دو به علاوه بی دو به علاوه دو آ بی. درسته؟ آ دو برای بی دو برای دو آ بی حالا چی هست؟ این مساوی میشه با جمع ایکس یک دو تا ایکس ان دو، میشه آ دو جمع وای یک دو تا وای ان دو، میشه بی دو به علاوه دو آبی هم که میشه دو رادیکال جمع ایکس یک دو تا ایکس ان دو در وای یک دو تا وای ان دو. خب حالا خوشبختانه یه چیزهای خوبی ساده میشن، چون شما این عبارت رو هم میتونید بسط بدین تک تک جملاتش رو. این طرف رو وقتی بسط بدین چی میده به شما؟ من اینو اینجا بنویسم، یکم میریم بیرون صفحه، اشکال نداره فعلا موقتا صفحه رو بیاریم این برتر. وقتی شما اینو باز بکنید مثلا میشه چی؟ x1 2 به علاوه y1 2 به علاوه 2x1 y1، بعد x2 2 به علاوه y2 2 به علاوه 2x2 y2، همینجوری تا xn2 به علاوه yn2 به علاوه 2xn yn. این یه همچین عبارتی شد. حالا ما باید چی رو ثابت کنیم؟ ما باید ثابت کنیم که بذاریم رو بیاریم این برتر. خیلی رفت اون بر. ما میخواستیم پس این رو ثابت بکنیم دیگه، میخواستیم بگیم که این طرف چرا پاک شد. حالا ما میخواستیم این رو ثابت کنیم، میخواستیم ثابت کنیم که این قسمت در واقع این کمتر مساویه اینه دیگه. درسته؟ یه چیزای ساده میشه اینجا، اینا x1 2 تا xn2 با اینا ساده میشه، و یک دو تا وای ان دو هم با اینا ساده میشه. میمونه این جمله، یه دو هم اون وقت این دو ها هم همه رو با این دو ساده میکنیم. باید ثابت کنیم چه؟ باید ثابت کنیم میمونه جمع ایکس یک وای یک تا ایکس ان وای ان کمتر مساوی رادیکال x1 دو تا xn دو در y1 دو تا yn دو. که این در واقع شاید اینو قبلا دیده باشین، این یک نامساوی معروفی هست، بهش میگن نامساوی کوشی شوارتز. و این نامساوی خب خیلی نامساوی پرکاربردیه، یکی از کاربردهای مهمش همینجا در اثبات نامساوی مثلث برای نرم اقلیدسی. و این خیلی جورهای مختلفی بیان میشه. بیانو بذار بنویسیم نامساویه کوشی شوارتز. که اینجا حالا کتاب هم در واقع این نامساوی رو اینجا به این صورت آورده. این جورای مختلفی که میگم بیان میشه، مثلا یه جورش اینجوری با قدر مطلق بیان میشه. قدر مطلق در واقع این عبارت سمت چپ اصلا میان ثابت میکنن کمتر مساوی اینه. و در واقع اگه شما با قدر مطلق اینو ثابت بکنید، بدون قدر مطلقش هم ثابت میشه دیگه، چون هر عددی از قدر مطلق خودش کوچیک‌تر مساوی هست. پس کافی اینو ثابت بکنیم که این قدر. حالا بعضی جاها میان اینو به شکل توان دویی مینویسن، صورت‌های دیگر دو طرف رو به توان دو میرسونن، میان اینو ثابت میکنن x1 y1 به علاوه تا
x n y n به توان دو کوچکتر مساوی جمع اینا x یک دو تا x n دو در y یک دو تا y n. این معادله دیگه کاملا با این. یا مثلا بعضی جاها میان به شکل در واقع ضرب داخلی می نویسن. نکتهش اینه که اگر دقت کنید این عبارت چیه؟ این عبارت ضرب داخلی x و y هست. یعنی x dot y همین x y تا x and y n ضرب نقطه‌ای، ضرب درونی، ضرب داخلی همه اینا میگن. این inner product x و y. در میگه که x dot y به توان دو کمتر مساویه x یک دو تا x n دو در y یک دو تا y n دو. یا بعضی جا میان همون صورت اول رو به شکل ضرب داخلی می نویسن. یعنی میگن که همین صورت رو میان این شکلی می نویسن. قدر مطلق x dot y کوچکتر مساوی، حالا اینو این شکلی می نویسیم، رادیکال x یک دو تا x n دو رادیکال y یک دو تا y n دو. رادیکال x یک دو تا x n دو چیه؟ همون نرم دو x. رادیکال y یک دو تا y n دو هم همون نرم دو y. یعنی داره میگه قدر مطلق x dot y کوچکتر مساوی نرم دو x در نرم دو y. یعنی به زبان ساده قدر مطلق ضرب داخلی دو بردار کوچکتر مساوی ضرب طولهای دو بردار، ضرب طولهای دو بردار. و این شاید برای شما اگر از هندسه در واقع برداری چیزی دیده باشین یا از دروس دیگه در دروس دیگه دیده باشین یا از دبیرستان یادتون باشه، این چیز آشنایی به نظر میاد، چون در دبیرستان در واقع یادآوری بکنیم، یادآوری از در واقع شاید هندسه تحلیلی در زمان ما که بود، هنوز نمیدونم هست یا نه، یادآوری از دبیرستان، بردارهای مسطحه وقتی داشتیم، دو تا بردار تو صفحه داشتیم، ضرب داخلیشون میشد ضرب طولشون در کوسینوس زاویه بینشون، تا زاویه بین در واقع x و y. اینجوری که نگاه کنید خب تقریبا این رابطه واضح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کوسینوس تتا یه چیز بین یک و منفی یکه. از قدر مطلق این موجود میشه قدر مطلق این، قدر مطلق کوسینوس تتا هم از یک کمتر مساویه، بنابراین این ثابت میشه. ولی بازم این هشدار رو میدم که خب این حرف فقط درباره بردارهای مسطحه تو صفحه برقرار بود. ما اینجا درباره بردارهای انبودی صحبت میکنیم که اصلا نمیدونیم زاویه بین دو تا برداره انبودی چی هست. ولی نکته جالب اینه که اتفاقا از این میشه استفاده کرد برای تعریف زاویه بین دو تا بردار. حالا این چون جزء درس ما نیست بیشتر از این نمیگم، فقط مطرح کردم اگه علاقه من بودین خودتون دنبال بکنید، که یعنی از ضرب داخلی میشه برای تعریف زاویه بین دو تا بردار در فضای انبودی در واقع استفاده کرد. حالا اثبات مساوی کوچی‌شوارتز، اثبات مساوی کوچی‌شوارتز واقعا یکی از زیباترین و به نظر من عجیب‌ترین اثبات‌های ریاضیه. خیلی ساده است ولی خیلی راحت به ذهن نمیرسه. اولا خیلی بدیهی نیست مساوی کوچی‌شوارتز، یعنی با تکنیک‌های خیلی ساده نمیشه مثلا اینو ثابت کرد. مثلا بیاین این دوتا رو تو هم ضرب بکنیم بست بدیم، اینطوری نیست که همه چی با هم ساده بشه و بدیهی بشه. ولی خب راه‌های مختلفی داره. از این نامساوی‌هایی هست که تعداد زیادی اثبات در واقع براش وجود داره. یا اثبات استانداردی که معمولا تو کتاب میگن، همین اثباتیه که میگم اثبات عجیب و زیبایی هست. اثبات در واقع یه جورای غیر مستقیمه. میاد میگه که فرض کنید t عدد حقیقی باشه. خب عدد حقیقی. بیام این سیگما رو در نظر بگیریم فقط. فعلا فقط اینو، اینکه از کجا این اومده نمیدونیم. به ذهنمون رسیده یه جوری.
این سیگما رو در نظر بگیریم، چون این سیگما جمع توان دو یه سری عبارت، پس بزرگتر مساوی صفر هست. تی هر چیزی باشه این بزرگتر مساوی صفر. حالا بیایم هر تک تک جمله رو باز کنیم. یه ایکس آی دو به ما میده هر جمله، یه دونه تی آی وای آی به توان دو میده، تی وای آی به توان دو میده، یه دونم دو ایکس آی در تی وای آی میده، که اینا رو وقتی جدا بکنیم یه سیگما ایکس آی دو خواهیم داشت، یه دونه دو تی سیگما ایکس آی وای آی خواهیم داشت، و یه دونه هم تی دو در واقع سیگما وای آی دو خواهیم داشت. بعد بیان این اسم این اولی رو بذارید سی مثلا، اسم این سیگما دومیه رو با اون ضریب دوش بذارید بی، از میشه بی تی. اسم این سیگما سومیه رو هم بذارید آ، که میشه آ تی دو. پس اینجا گفته آ و بی و سی چی هن؟ آ و بی و سی رو اینا گرفتیم، پس ما یه نتیجه داریم. برای هر تی، آ تی دو به علاوه بی تی به علاوه سی بزرگتر مساوی صفره. حالا این شما رو یاد چی میندازه؟ وقتی یک تابع درجه دو داریم که برای هر تی بزرگتر مساوی صفره، حتما در واقع چه اتفاقی میفته؟ حتما این تابع درجه دو دلتاش باید کوچکتر مساوی صفر باشه دیگه، یعنی دیگه نمیتونه دوتا ریشه حقیقی مجزا داشته باشه، چون بین اونها منفی میشه. بنابراین این باید دلتاش کوچکتر مساوی صفر باشه. پس دلتا این حالا چیه؟ دلتا این هست بی دو منهای چار آسی. پس یادآوری کنیم بی دو چی بود؟ بی بود دو برابر سیگما ایکس آی وای آی. خود این بی دوه یه چهار داره که با اون چهار چار آسی ساده میشه. در نجه اگه اون چهاره رو بیاریم این طرف بگیم بی دوم به توان دو کمتر مساوی آسی، حالا جایگذاری کنید بی دوم میشه سیگما ایکس آی وای آی، این به توان دو رسیده، آ هم که هست سیگما وای آی دو، سی هم هست سیگما ایکس آی دو، دقیقا میشه این صورت نامساوی. یعنی الان تو اون عبارتی که نوشتیم این بیه، این سیه اگه اشتباه نکنم، یا آ بود، این آره سی بود و این هم آ بود دیگه. این دقیقا داره میگه که بی دو کوچیک‌تر، ببخشید این ببخشید این دو بی، این بی دومه در واقع، این بی دوم داره میگه که بی دوم به توان دو کوچیک‌تر مساوی آسیه. شما دقت کنید بی یه ضریب دو هم داشت دیگه. پس حالا اثبات حدس میزنم به نظر شما هم عجیب اومده باشه، اثبات غیر مستقیم عجیبیه، یعنی یه دفعه از یک تابع درجه دویی که معلوم نیست از کجا اومده ما نتیجه میگیریم نامساوی کوژی‌شوارتز رو. و نامساوی کوژی‌شوارتز خب جالبیش کلیتشه دیگه، برای هر دو بردار انتهایی x و y شما همچین نامساوی در واقع بینشون دارید. و اون چیزیش که به درد ما میخوره همون محاسباتی که ما بالاتر انجام دادیم، کتاب در قالب قضیه آورده. بعد از نامساوی کوژی‌شوارتز ما بالا عملا ثابت کردیم دیگه، اثبات نرم بودن نرم دو، نرم اقلیدوسی. شرط یک و دوش ساده بود، شرط سهش که نامساوی مثلث بود مونده بود، که اون کتاب هم مثل ما به توان دو رسونده دو طرف رو. وقتی به توان دو رسونده بعد باز کرده، سمت چپ شده سیگما ایکس اگر وای به توان دو، سمت راست شده این عبارت سیگما وای آی دو به علاوه تا اینجا این قسمت شده. حالا سمت چپ رو باز کنیم، این میشه مثل ما ساده کرده، خلاصه مسئله تبدیل شده به نامساوی کوژی‌شوارتز. در واقع اینجوری این کار رو کرده، گفته که اول نرم دو ایکس و علاوه وای به توان دو رو باز کرده شده این، بعد اینجا تو این جمله نامساوی کوژی‌شوارتز به کار برده، گفته سیگما ایکس آی وای آی کمتر مساوی هست از این، این حاصل زر اینو نوشته. بعد اینو که جایگذاری کنید، حالا کل این عبارت یه حالت تواندویی پیدا میکنه، رادیکال سیگما ایکس آی دو به علاوه رادیکال سیگما وای آی دو به توان دو، که اینم دقیقا همون نرم دو ایکس به علاوه نرم دو وای هست. و بنابراین
با این ایده ثابت میشه که نرم اقلیدسی واقعا یک نرم هست. حالا همونطور که وعده دادیم بگیم که چرا اونجا اندیس دو گذاشته بودیم. چون نرم اقلیدسی یه تعمیمی داره که بهش میگن نرم پی، و نرم پی به این صورت تعریف میشه که تو تعریف نرم اقلیدسی به جای توان دو و رادیکال بذاریم پی و یک پیوم. منتها اینجا دیگه چون توان پی عدد حقیقی هست باید قدر مطلق بذاریم، چون عدد منفی به توان یه عدد حقیقی معنادار نیست. قدر مطلق x به توان پی جمع میزنیم کلش به توان یک پیوم، به این میگن نرم پی. البته باید ثابت کنیم چرا این یک نرم هست. باز خاصیت اول و دوم ساده است، یعنی مثبت معین بودن و ضرب اسکالر خودتون میتونید چک کنید راحت. ولی نامساوی مثلثش خیلی ساده نیست. نامساوی مثلثش رو وقتی می نویسین به اصطلاح میشه یک نامساوی به اسم نامساوی مینکوفسکی. در واقع حالا ما چون نیازی تو این درس به نرم پی نداریم ازش استفاده نمی‌کنیم، اینو اثبات نمی‌کنیم، ولی اگه علاقه من بودین خودتون میتونین روی مسئله در واقع فکر کنین که نرم پی ایکس در واقع اگه اینطوری تعریف بکنیم x1 قدر مطلق x1 به توان پی تا قدر مطلق xn به توان پی کلش به توان یک پی. این شکلی اگر تعریفش بکنیم نامساوی مینکوفسکی در واقع میگه که نرم پی x به علاوه y کوچکتر مساوی هست از نرم پی x و علاوه نرم پی y. منتها لازمش اینه که پی بزرگتر مساوی یک باشه. اگر پی بزرگتر مساوی یک باشه این رابطه رو داریم که در نتیجه برای پی بزرگتر مساوی یک این نرم پی یک نرم است، یعنی در خواص نرم صدق میکنه، چون دو تا خاصیت اول گفتیم واضحه. دقت کنید حالت پی مساوی دوش که میگنجه تو این شرط خب میشه همون نرم اقلیدسی. و اثبات نامساوی مینکوفسکی هم کمی از اثبات حالت نرم اقلیدسی سخت تره. به جای نامساوی کوشی-شوارتز این منجر به یک نامساوی دیگه میشه به عنوان نامساوی هولدر، که گفتم جزء درس ما نیست ولی اگه علاقه من بودیم میتونیم راجع بهش مطالعه بکنیم. اما یک حالت خاصی از در واقع نامساوی مینکوفسکی هست که ساده است و یک و حالتی هم هست که ما ازش استفاده خواهیم کرد در درس، اون هم حالت پی مساوی یک هست. حالت پی مساوی یک رو به اصطلاح بهش میگن نرم یک. تعریف نرم یک یه بردار معلومه باید چجور تعریف شده. پی رو بذاریم یک میشه جمع قدر مطلق مؤلفه هاش. مؤلفه هاش قدر مطلق میگیریم جمع میکنیم و خب خیلی ساده است اینجا نرم بودنش. نرم یک یک نرم است. باز دوباره مثبت معین بودنش واضحه، اگر همه صفر باشن صفر، اگر یکیشون ناصف باشه مثبت. ضرب اسکالر خاصیت همگن بودن به اصطلاح، اگه توی عدد اسکالر ضرب کنیم اون از قدر مطلق میاد بیرون، قدر مطلق آلفا میاد بیرون، در واقع اونم واضحه. نامساوی مثلثش هم اینجا واضحه به دلیل اینکه تبدیل نامساوی مثلث برای خود قدر مطلق میشه. یعنی شما نرم یک ایکس به علاوه وای رو اگه در نظر بگیریم این میشه قدر مطلق ایکس یک به علاوه وای یک تا قدر مطلق xn به علاوه y. حالا برای تک تک این قدر مطلق ها نامساوی مثلث به کار میبریم، میشه قدر مطلق x1 به علاوه قدر مطلق y1 قدر مطلق x2 به علاوه قدر مطلق y2 تا قدر مطلق xn به علاوه قدر مطلق yn. یعنی دیگه x ها رو با هم بگیریم y ها رو بگیریم دقیقا میشه همون نرمیه که x
به علاوه نرم یک وای. بنابراین این نرم یک هم ثابت میشه. پس این هم یک مثال دیگه ای از نرم هست، یعنی این هم یک نحوه دیگه ای از تعریف طول نرم. ببینیم ما تا اینجا سه نوع در واقع نرم تعریف کردیم، یکی نرم اقلیدسی بود، یکی نرم پی بود، یکی نرم یک. البته نرم پی خب شامل نرم اقلیدسی و نرم یک هست دیگه، چون پی و یک بذاریم میشه نرم یک، بذاریم دو میشه نرم اقلیدسی. ولی حالا مجزا کردم چون به هر حال ما به طور خاص با یک و دو زیاد کار داریم. و خب نرم اقلیدسی که مفهوم طولیه که ما باهاش آشنا بودیم همیشه، یعنی طول بردار واقعا تو نرم اقلیدسی واقعا همون طول برداره دیگه، یعنی این چند سانتی متر این پاره خطه، خطکش بذاریم اندازه بگیریم ببینیم چند سانتی متر. ولی مثلا نرم یک کمی شاید با مفهوم طول اقلیدسی خب متفاوته طبیعتا. مثلا اگه این بردار مثلا 3 و 2 باشه، طول نرم یک این بردار 3 و 2 میشه چی طبق تعریف؟ میشه جمع قرار مطلق مؤلفات، چون 3 به علاوه 2 میشه 5، در حالی که نرم 2ش یعنی طول واقعیش، طول اقلیدسیش میشه رادیکال 3 به توان 2 به علاوه 2 به توان 2 میشه رادیکال 13. یه خب میشه مثلا 3 و خورده ای بین 3 و 4 میشه. پس این نرم یکی که ما دست آوردیم واقعا طول بردار نیست، یه جوریه که یعنی یه جور طول حساب کردنیه که طول هر برداری میشه جمع مؤلفه ایکسش به علاوه مؤلفه وایش. و فاصله هم که از این به دست میاد متفاوته با فاصله اقلیدسی. مثلا فاصله دو تا نقطه اگه من تو صفحه مشخص بکنم، مثلا این نقطه و این نقطه، این نقطه و این نقطه، فاصله اقلیدسی اینا چی میشه؟ فاصله اقلیدسی اینا میشه خب طول این برداره دیگه، خط از اینجا به اینجا وصل میکنیم، طول این میشه فاصله اقلیدسی. فاصله نرم یکیشون چی میشه؟ فاصله نرم یکیشون میشه این که ایکساشون چقدر فاصله داره و وایاشون چقدر فاصله داره، اینا رو با هم جمع کنیم، یعنی میشه جمع این به علاوه این. یعنی یه جورایی مثلا اگه یه ماشینی بخواد از این نقطه مثلا X بره به نقطه Y ولی فقط بتونه افقی عمودی حرکت بکنه، مسافتی که باید طی بکنه هر جوری طی بکنه، مثلا میتونه اینجوری بیاد، اینجوری بیاد، اینجوری بیاد، میتونه مثلا بیاد تا اینجا، بعد اینجوری، 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 هر جوری با کوتاه‌ترین راه بخواد از X بیاد به Y، به نحوی که فقط افقی عمودی حرکت بکنه، اون فاصله میشه فاصله نرم یکی X و Y. بنابراین در حالت کلی هم نرم یک خب همونطور که دیده میشه در واقع بزرگتر مساوی نرم دو هست. و نرم پی ها هم یه چیزی بین اینا میتونن باشن، یعنی وقتی پی بین یک و دو، نرم پی یه چیزی میشه از نرم یک کوچکتر، از نرم دو بزرگتر. خیلی تعبیر هندسی شهودی نداره که بگیم فاصله نرم پی x و y از نظر هندسی مثلا به چه معناست، آیا فاصله یک طول یک منحنیه، طول چه منحنیه، میشه تعبیرهایی داد ولی خیلی چیزای ساده ای نیستن. بنابراین به هر حال ما نرم پی ها رو داریم، ولی به طور خاص بیشتر از همه با نرم یک و نرم دو کار خواهیم کرد. و البته یه نرم دیگه که اون رو هم معرفی کنیم، بله بهش میگیم به اصطلاح نرم بی‌نهایت، نرم بی‌نهایت که این شکلی هم نشونش میدیم. باز شاید این اندیس بی‌نهایت عجیب باشه، توضیح میدیم چرا بهش میگیم، چرا اندیس بی‌نهایت گذاشتیم، اما تعریفش خیلی ساده است. تعریف میشه ماکسیموم قدر مطلق xi ها، یعنی اینکه ماکسیموم یعنی بزرگترین مؤلفه در بین مؤلفه های xi. و خب نکته اینه که این هم مجددا یک نرم میشه،
حتما چجوری اینو ثابت میکنیم؟ اثباتش ساده است. در واقع میگیم که تعریف نرم بی نهایت، نرم بی نهایت بردار x تعریف میشه ماکسیموم این n تا عدد، قدر مطلق x1 تا قدر مطلق xn، هر کدوم از هر بزرگتر بود. این هم یه نرم هست. خواص نرم اگه بخوایم چک کنیم، این نرم است. مثبت معین بودن، مثبت معین بودن چی بود؟ این همیشه باید بزرگتر از، اگر x نامساوی صفر باشه این باید بزرگتر از صفر باشه. خب معلومه اگه یکی از x آیا ناصر باشه قرار مطلقش مثبته، پس این ماکسیموم مثبت باشه. اگر هم همشون صفر باشن که خب x ماکسیمومشون هم صفر باشه. نکته بعدی همگنیه، یعنی اگر ضرب در یه اسکالر کنیم قدر مطلق اون اسکالر بیاد بیرون. خب میشه دیگه، اگه همه اینا رو ضرب در یه اسکالر آلفا کنیم یه قدر مطلق آلفا تو همه ضرب میشه، از ماکسیموم میتونیم بیاریمش بیرون. این هم واضحه. نامساوی مثلث رو حالا ثابت بکنیم. نامساوی مثلث همیشه از اون دوتا سخت تره. ما باید چی رو ثابت بکنیم؟ باید ثابت کنیم که ماکسیموم x1 به علاوه y1 تا xn به علاوه yn کوچکتر مساوی ماکسیموم x1 تا xn به علاوه ماکسیموم y1 تا yn. درسته، ما اینو باید ثابت کنیم دیگه. ببخشید اینجا اینو در بعد نوشتم. خب میرم اینجوری میگیم، میگیم که ماکسیموم این انتها عدد یکی میشه دیگه. فرض کنیم مثلا کاومیه باشه ماکسیموم، یعنی قدر مطلق x کا به علاوه y کا ماکسیموم باشد. خب پس این مساوی میشه با قدر مطلق x کا به علاوه y کا. طبق نامساوی مثلث این هم کوچکتر مساوی از قدر مطلق x کا به علاوه قدر مطلق y کا. و خب قدر مطلق x کا کمتر مساوی ماکسیموم ایناست دیگه، چون خود x کا یکی از ایناست. درسته، برابری میگیم که این پس کمتر مساوی میشه. اینجوری بگیم حالا دارم، چون x کا قدر مطلق x کا کمتر مساوی ماکسیموم قدر مطلق x1 تا قدر مطلق xn، قدر مطلق y کا کم تر مساوی ماکسیموم قدر مطلق y1 تا قدر مطلق yn، حکم ثابت می شود. از نکته اصلی این بود که ما توجه کنیم که اون این مقدار سمت چپ مساوی با خود یکی از x کا بر y کا هست دیگه، اون مقدار خودش به تنهایی از سمت راست کمتر میشه. بنابراین نامساوی مثلث هم اینجا ثابت میشه. پس نرم بی نهایت هم یک نرم هست. نرم بی نهایت چجوری داره فاصله ها رو حساب میکنه؟ وقتی شما دو تا نقطه بهش بدی، بهش بگین فاصله این دو نقطه چقدره، این میاد اول، مثلا حالا تو صفحه ما کشیدیم، اول فاصله افقیشون رو حساب میکنه، فاصله عمودیشون هم حساب میکنه، هر کدوم بزرگتر بود. الان مثلا افقیه بیشتره، اینو به عنوان نرم بی نهایت میده. هر کدوم بزرگتر بود اونو به عنوان نرم بی نهایت. و حالا یه سری از مفاهیم در واقع هندسی رو میشه به نرم های برداری تعمیم داد. مثلا توی این تمرین مفهوم دایره رو بر اساس نرم تعریف کرده. ما دایره رو چطوری تعریف میکنیم در هندسه اقلیدسی؟ میگیم دایره در واقع مجموع نقاطیه که از مرکز دایره به یک فاصله هستن. حالا مثلا برای سادگی فرض بکنیم
دایر مبدأ رو بگیریم، مبدأ مختصات، دایره هم شعاعش رو بگیریم یک. پس این توی این دستگاه مختصات دایره به شعاع یک مثلا وقتی میزنیم در هندسه اقلیدسی، خیلی دایره بدی شد، این دایره نمیکشه برای ما. دایره اقلیدسی در واقع چیه؟ مجموعه نقاطی که فاصله اقلیدسیشون تا مبدأ مختصات برابر با مثلا یک، دایره به شعاع یک اگه در نظر بگیریم، این شعاع اگر یک باشه، یعنی هر نقطه ایکسی بگیریم اینجا نرم اقلیدسی این، نرم دو این یکه. حالا میتونیم این مفهوم رو به همه نرم های دیگه هم تعمیم بدیم. دایره واحد تعریف کلا دایره به شعاع R، دایره به شعاع R به مرکز مثلا یه نقطه X صفر نسبت به نرم، نسبت به هر نرمی عبارت هست از در واقع مجموعه x هایی توی Rn که فاصله x تا x0 یعنی نرم x من های x0 برابر با R باشه. حالا مثلا دایره واحد نرم های دیگر رو تمرین خوبیه که فکر کنید به اینکه ببینید چه شکلی میشن. این دایره واحد نرم اقلیدسی بود، این سیاهی که کشیدم. فکر میکنید دایره واحد نرم یک چی میشه؟ دایره واحد نرم یک یعنی x هایی که نرم یک x برابر با یک باشه، معنیش اینه که قدر مطلق x یک به علاوه قدر مطلق x دو مساوی یک باید باشه. یکم فکر کنید میبینید که این در واقع یک مربع با زاویه 45 درجه میشه، همچین چیزی میشه. این مربعه در واقع میشه یک دایره واحد، به اصطلاح دایره واحد تعمیم یافته برای نرم یک. و برای نرم بی نهایت فکر میکنین چی میشه؟ اینکه نرم بی نهایت x مساوی یک باشه یعنی چی؟ یعنی ماکسیموم قدر مطلق x یک و قدر مطلق x دو یک باشه. یعنی اینکه اولا هر دو کوچکتر مساوی یک باشن، بعد یکیشون مساوی یک باشه. این در نتیجه میشه یه مربع این شکلی. اگه دقت کنید این نقاط قرمز دقیقا نقاطی هستند که ماکسیموم قدر مطلق x1 و x2 یک هست. و بعد حالا نرم پی های دیگر رو اونا شاید تشخیصش سخت تر باشه. نرم پی های دیگه چیزی بین اینا میشن، مثلا نرم پی هایی که پی بین یک و دوه، یه چیزی بین مربع و دایره میشن، این بین یه چیز همواری میشن. نون پی هایی هم که پی بزرگتر از دوه در واقع این بین میفتن. همچه زدی میشن. و به طور کلی الان میتونیم دلیل این نامگذاری اندیس بی نهایت نرم بی نهایت رو بگیم. در واقع حالا اینو ما دیگه اثبات نمی کنیم چون بهش نیازی نداریم، ولی جهت اطلاعتون وقتی شما نرم پی رو پیشو به بی نهایت میل بدید میشه نرم بی نهایت. این به معنی یه تمرین خودتون بهش فکر کنید، تمرین ریاضی عمومی ساده است، یه حدگیریه. یعنی نرم پی ایکس وقتی پی به سمت بی نهایت میل کنه میشه همون ماکسیمومه. به این دلیله که ما اون نرم ماکسیمومی رو بهش نرم بی نهایت میگیم.
بعضی کتاب ها اصلا اندیس مثلا نرم ماکس رو ممکنه به کار ببرن به جای نرم بی نهایت. این بی نهایت خوبیش اینه که یک نامگذاری یک پارچه برای شبیه نرم پیا در واقع میشه و فلسفهش هم اینه دیگه، این رابطه حدیه که وجود داره بین نرم پیا و نرم بی نهایت. و اینجا همین نکته رو گفته دیگه، کتاب همین نکته رو گفته دیگه. از در مورد نرم بردارها نکته ای که لازم باشه بگیم، یه جمع‌بندی بکنیم، در واقع برگردیم به بحث اول جلسه. ما در واقع بحثمون رو با این نکته شروع کردیم که هدف ما این بود که وقتی به جای حل دستگاه دقیق AX مساوی B یه دستگاه تقریبی A هت X هت مساوی B هت رو حساب میکنیم، در واقع خطای محاسبه X ما چیه؟ چیزی که میخوایم به عنوان معیاری برای خطای X به کار ببریم فاصله X و X هت هست. یه جور تعمیم همون مفهوم خطای مطلقه که در مورد عددها توی آنالیز عددی داشتیم. اینجا خطای x میشه خطای میشه نرم x منهای x هت، یعنی اینکه خطای بهتر بگیم خطای x هت، یعنی x مقدار دقیقه، x هت مقدار تقریبیه. حالا خطای اون مقدار تقریبی در واقع میشه نرم x منهای x هت. خب حالا از چه نرمی استفاده کنیم؟ سوال اینه که از چه نرمی استفاده کنیم. نرم یک مثلا، نرم دو، نرم پی، نرم بی نهایت یا نرم های دیگه. نکته کلی اینه که همه اینا منظور ما رو برآورده میکنن. همه نرم ها منظور ما رو از تخمین خطا برآورده میکنن. ما هدف ما اینه که وقتی خطا x منهای x هت کوچیک باشه، یعنی اینکه x تقریبا همون x هت باشه دیگه. حالا چه شما با نرم 1 بگیرین، چه با نرم 2 بگیرین، با نرم پی بگیرین، این در واقع منظور برآورده میشه. به علاوه اینکه روابط ساده بین این نرم ها برقرار هست که مثلا میگم نرم 1 در واقع همیشه کوچکتر مساوی از، ببخشید، نرم 1 همیشه بزرگتر مساوی از نرم 2 و نرم دو هم همیشه نفر میکنم برعکس گفتم. ببینید نامساوی که واضح بین اینا اینه که مثلا نرم یک همیشه کمتر مساوی هست از یه ضریبی از نرم دو، مثلا از دو برابر، ببخشید بله اینجوری درسته، مثلا نرم یک و نرم بی نهایت یه همچین رابطه با هم دارن. اینجا به جای دو باید بذاریم n در حالت n بودیم. نرم یک کمتر مساوی n برابر نرم بی نهایته و بزرگتر مساوی نرم بی نهایته. در اینجا واضحه نرم یک چی بود؟ نرم یک جمع قدر مطلق x1 تا xn بود. خب یکی از اینا همون ماکسیموم است دیگه. پس جمع یه سری عدد بزرگتر مساوی ماکسیمومشونه دیگه. جمع یه سری عدد نامنفی بزرگتر مساوی ماکسیمومشونه. و خب همیشه کمتر مساوی n برابر ماکسیمومشونه دیگه، چون هر کدومو به تنهایی میشه گفت کمتر مساوی ماکسیمومن، پس جمعشون کمتر مساوی n برابر ماکسیموم میشه. پس مثلا این یکی از نامساوییه که بین نرم بی نهایت و نرم یک برقراره. بین نرم در واقع پی ها و نرم یک و از جمله نرم دو هم یه رابطه کلی که هست اینه که نرم پی ایکس بر حسب x بر حسب p نزولی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چی p رو بزرگ کنی این کوچیک‌تر میشه. در نتیجه مثلا نرم مثلا در نتیجه مثلا میتونیم بگیم که نرم دو کمتر مساوی نرم یکه. البته اثبات این هم ساده است، چون که دو طرف رو به توان دو برسونید
بدی میشه. پس این نرم ها همه تحت کنترل همدیگه هستن. مثلا یه نامساوی دیگه هم که از اون طرف برقراره اینه که نرم یک هم خودش کمتر مساوی n برابر نرم دوه. پس خلاصه کلام این که وقتی که یه نرمی کوچیک باشه نرمای دیگه هم کوچیکن و بنابراین همه نرم ها منظور ما رو از خطا برآورده میکنن. پس چه دلیل داره که این همه نرم معرفی کردیم؟ دلیلش اینه که تو هر موقعیتی یکی از این نرم ها به درد میخوره. هر کدوم از این نرم ها ویژگی های خاص خودشو داره. گاهی اوقات از همه پرکاربردتر خب نرم یک و نرم دو و نرم بی نهایت هستن. ولی این ستا هم خودشون هر کدوم یه جا واقعا مزیتی نسبت به بقیه داره. مثلا نرم یک و نرم بی نهایت خب از این جهت که رادیکال ندارن توشون تا به های نرم های خوبی هستن. نرم دو توش رادیکال داره. ولی از اون طرف مثلا وقتی بحث مشتق میاد سر کار، نرم یک و نرم بی نهایت مشتق پذیر نیست تابعاشون، چون تابع قدر مطلق و تابع در واقع چیز ماکسیموم تابع مشتق پذیر نیستن. ولی نرم دو چون توان دو داره مثلا مشتق پذیر هست. اینه که به طور کلی این نرم ها رو ما باید همه رو داشته باشیم دم دستمون، در هر مسئله از اون نرمی که مناسب هست برای خطا استفاده بکنیم. و این که الان میتونیم یک مسئله خیلی مشخص و خوش تعریفی رو چیز بکنیم. ما در جلسه بعد راجع به نرم ماتریسی صحبت میکنیم. نرم ماتریسی به این منظور لازمه که ما بگیم خطای اون آحته یعنی چی. خطای آحت یعنی چی؟ خطای آحت رو چجوری تعریف میکنیم؟ آحت دیگه ماتریسه. ولی خطای X و خطای B رو، یعنی خطای X هت و خطای B هت رو ما الان عملا تعریف کردیم. یعنی خطای X هت رو که همین نرم X منهای X هت، خطای B هت رو هم در واقع به شکل نرم B منهای B هت بهش نگاه میکنیم. و اگه خطای آحت رو هم تعریف بکنیم، مثلا یه جور نرم ماتریسی اگه بتونیم تعریف بکنیم، اون وقت دیگه میتونیم بپرسیم که چه رابطه ای بین این سه تا خطا هست، خطای آحت، خطای بی حت و خطای ایکس حت، و بتونیم اون خطای ایکس حت رو کنترل کنیم بر حسب خطای آحت و خطای بی حت که گفتیم هدف همین فصلی هست که درش هستیم. و البته در همین فصل مشخصا راجع به مثلا خطای گرد کردن صحبت میکنیم. یعنی حالا واقعا خطای گرد کردن اولا چجوری کنترلش کنیم، و اینکه مثلا توی روش حذفی گاز که ما در جلسات قبلی معرفی کردیم، این انتشار خطا توی روش حذفی گاز به چه صورته. یعنی هر روش عددی، هر الگوریتم عددی یک تحلیل خطای خاص خودش رو داره. بسیار عالی. خب در مورد نرم برداری نکته دیگه ای فعلا فکر میکنم باقی نمونده. تا جلسه بعد خسته نباشین، خدا نگهدار.